رامین جان سلام، سریع برو اصل مطلب کوتاه بگو که به بقیه هم برسیم. سلام آرمین جان، من صحبت هم میگم، اگه وقت نشد شاید یه موقع دیگه باز صحبت بکنیم. صدای منو خوب دارید؟ بله بله. برنامه داشتید با آقای کاوه آهنگری راجع به فدرالیسم صحبت میکردین، من تقریبا از وسط اون برنامه رسیدم و بعدش هم هرچی دوباره باز گوش دادم نفهمیدم که مشکل کسانی که میگن مثلا فدرالیسم باعث میشه که مثلا کشور چند پاره میشه چیه. من اول یه سوالی ازتون بپرسم، این که در واقع ما چند نوع فدرالیست داریم، درسته؟ یعنی ما فقط یک نوع فدرالیست نداریم، یعنی آلمان خودش رو فدرالیست میدونه، یک نوع مثلا فدرالیست داریم که داخل توی یونایتد کینگدام هست که اصلا کلن ولز حتی تیم ملی جداگونه‌ای داره، یا آمریکا همینطور. این درسته که ما فدرالیست های مختلفی داریم، درسته؟ بله کاملا درسته، هند هم هست. بله ولی خب ایران خب فعلا که به هیچ وجه فدرالیسم نیست. من بیشتر خب شاید میتونم بگم خیلی ابسشنم در مورد زبان هست و خب یعنی متوجه نمیشم که مخالفت دوستان با این قضیه چیه و همیشه برام بفهمید. ببین خیلی راحت میگم، به نظر میرسه یه حکومت سکولار مرکزی، سکولار دموکرات مرکزی بیشترین طرفدار رو داره و ما برای اینکه بتونیم تعداد بیشتری آدما رو بر علیه جمهوری اسلامی متحد بکنیم میریم سراغ چیزی که بیشترین طرفدار رو داره. خب و چیزهایی هم حالا فدرالیست یا به حق یا غیر از حق برای خیلی ها نگرانی تجزیه رو داره و چون این نگرانی تجزیه رو میشه ازش سوء استفاده کرد که مردم با هم متحد نشن علیه جمهوری اسلامی. ما دست میذاریم روی چیزی که این نگرانی رو برای کسی نیاره که تعداد بیشتر کسایی ما و ما هیچ حقی رو توی ما هیچ حقی رو توی یه حکومت مرکزی سکولار دموکرات چیزی نیست که نتونه به مردم ایران بده که یه حکومت فدرال بده. یعنی ما از کسایی که میخوان از یه حکومت فدرال دفاع بکنن ما ازش میپرسیم این حکومت فدرال چی قراره به مردم ایران بده که یه حکومت سکولار مرکزی نمیتونه بده. به ما جوابی نگرفتیم، همیشه هم آخرش برمیگرده به زبان که ما فهم کنیم این خب من میتونم بگم الان مثلا من سوالی که برام به وجود اومده که خب موقعی که میگیم سکولار دموکرات یعنی یک حکومتی که بر اساس موازین حقوق بشر هست دیگه، و خب من این مرکزی بودنش رو در ارتباط با سکولار دموکرات مثلا نمیفهمم. یعنی چجوری میشه که فرضاً یک حکومتی داشته باشیم که بر اساس موازین حقوق بشری باشه ولی مثلا تا حدی فدرالی نباشه؟ مثلا چجوری ربطی نداره از حقوق بشر میتونه باشه؟ آخه من اینو متوجه نمیشم. مثلا فکر کنم یکی از اعلامیه های جوانی حقوق بشر در حق در واقع تدریس به زبان مادری هست، من اشتباه میکنم؟ بعد تدریس به زبان مادری یعنی شما فکر میکنین که توی من بگم چی فکر بذار نه 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 این درست نیست. یعنی شما فکر میکنین که مثلا توی مثلا ژاپن اگه یه کسی زبان مادریش عربی باشه و این بگه که من میخوام مدرسه باشه که اصلا ژاپنی یاد نگیریم و چون زبان مادری ما عربیه ما فقط میخوایم به عربی زبان یاد بگیریم، ژاپن باید حقوق بشری این رو رعایت کنه؟ من اینو جواب بدم. مثلا من خب به عنوان یه ایرانی اگه برم داخل یه کشور اروپایی من توقع ندارم که به زبان مادری من بهم درس بدن. خب تو آمریکا، خب مثلا فرض کنیم تو آمریکا، خب تو آمریکا شهروندان آمریکایی وجود دارن به شدت با زبان‌های بسیار مختلفی، خب ولی خب. ما تو آمریکا
همه باید انگلیسی یاد بگیرن، همه هم با انگلیسی میخونن. خب همه با انگلیسی حقوق بشر نیست. من اتفاقا تمام صحبتم اینه که حتی داخل ایران هم همه انگلیسی یاد بگیرن. و نه ببین، ببین داری موضوع رو با هم قاطی میکنی. این که آیا مردم بتونن زبانهای دیگر یاد بگیرن، این خب به نفع هم است، باید باشه، باید قابلیتش باشه، باید مردم به طور داوطلبی بتونن اختیاری بتونن. خب معلومه که هر زبان مردم یاد بگیرن به نفع، ممکنه به نفعشون باشه و باید بتونن این کارو بکنن. ما این که مثلا مردم برن یه زبان دیگر یاد بگیرن یا نگیرن، کسی که با این اختلاف نداره. موضوع اینه که آیا زبون آموزش و پرورش، زبون اصلی آموزش و پرورش، خب باید به زبونی که مثلا چیزی که مثلا آیا شیمی رو خب مدرسه باید به انگلیسی درس بده و به زبان‌های دیگه، یا اینکه شما میتونید شیمی رو باید به انگلیسی درس بده و اگه شما بخواید زبان‌های دیگه رو مثلا فرانسوی رو یاد بگیرید میتونید برید یاد بگیرید. خب من میگم که ما کشورهای مختلفی داریم که مثلا یک کشور مثل کانادا گفته که شیمی رو شما میتونید به انگلیسی و فرانسوی یاد بگیرید، آمریکا گفته نه فقط باید اینو آموزش پرورش مثلا علوم زیست رو اگه بخواید یاد بگیرین یا باید به زبان انگلیسی یاد بگیرین، همه تا یه حدی باید آموزش ببینن و باید هم به زبان انگلیسی باشه. شما اگه میگین این علیه حقوق بشره، یعنی شما دارین میگین که حقوق بشر تو آمریکا رعایت نمیشه به خاطر این. حالا تو همون خود کانادا که هم انگلیسی داره هم فرانسوی، آیا تو کانادا حقوق بشر رعایت؟ این همه چینی کانادایی ما داریم، چینی که شهروند کانادا هستن، ولی کانادا این قسم قانونی نیست که به شما اجازه بده که یک مدرسه مثلا برای بچه‌ها شیمی رو به چینی یاد بده. این تو قانون نیست. آیا تو کانادا حقوق بشر رعایت نمیشه به خاطر اینکه شیمی رو به چینی یاد نمیدن به بچه‌ها؟ من فکر می‌کنم تا حدی بله، یعنی تا حدی، یعنی اگر در واقع تعداد اون جمعیت به اون حدی باشه که اون در واقع اون افراد بتونن مدرسه جداگانه داشته باشن که چینی هم داخلش به تدریس بشه، من فکر میکنم این اتفاق باید بیفته. چیزی که فکر میکنم اینه که یه کشور پهناور حتی مثل آمریکا نمیتونه فقط یک زبانه باشه. طرفدار من یه سوال دارم. حالا اون چینی اومد اونجا رفت شیمی هم به چینی یاد گرفت تو شرکت های انگلیسی زبان و فرانسوی زبان. خب من اینو میتونم توضیح بدم، یعنی اون چیزی که فکر میکنم خب یه مقدار احتمالاً ایدئالگرایانه هم هست، و ولی خب مثلا قبول دارم که نمیشه مثلا یک کشوری حالا مثلا 6 تا زبان رسمی داشته باشه، ولی فرضاً میگم توی مثلا ایران زبان فارسی میتونه داخل کل کشور یه زبان میانجی باشه، یا اون چیزی که بهش میگیم لینگوا فرانکا، و توی مدارس تا یعنی موقعی که اون پسر عرب مثلا توی منطقه خودش تازه مدرسه میره به زبان ببخشید به چی میخندین؟ نه به کامنت یک از دوستان نه نه سوپر شات گرفتیم از میلاد داشتم حالت بگو خوش رمت نه خواهش میکنم ببخش من حواسم پرت شد و خب بچه عربی که تازه مثلا اومده مدرسه و فارسی بلد نیست، همزمان هم در واقع مدرسه عرب زبان بره و همزمان فارسی هم یاد بگیره، و حتی زمانی که افراد بزرگتر میشن به شیوهی درست زبان انگلیسی یاد بدن، و حتی من فکر میکنم که خیلی از رشته ها داخل دانشگاه توی ایران باید به زبان انگلیسی باشه. خب از نظر علمی عقب میفتیم اگر بخوایم ما در واقع به وسیله این الان توی این دانشگاهایی که داریم درس میخونیم، من میتونم بگم من توی ایران درس خوندم و خارج از ایران هم دارم درس میخونم، و خب فکر میکنم در خیلی از مسائل علمی خیلی پرتیم، و خب به خاطر این هست که زبان انگلیسی رو یاد نگرفتیم. آرمین صدات قطعه. برامین یه چیزی رو 4 بار توضیح نده، برای اینکه الان 4 بار گفتی که ما باید به انگلیسی یاد بگیم که از علمی بریم جلو. بابک سوال، چرا ما میگیم به زبان انگلیسی رامین باید یاد بگیریم؟
به خاطر اینکه منابع و رفرنس ها در این زبان بسیار زیاده دیگه. درسته. و به خاطر اینکه زبان علمه در حال برای زبان شده، زبان علمه که ما که نمیتونم، بله زبان این روزه هست به خاطر اینکه رفرنس های بسیار زیادی برای شد، منابع بسیار زیادی هست. خب شما این مقدار منابعی که شما میبینی از نظر علم، مثلا تو بیولوژی داری میبینی در به زبان انگلیسی هست، به این مقدار به زبان عربی وجود نداره، با اینکه زبان عربی خود بزرگتر و اصلا بحث من سر اون نیست، به تناسب نه من اینو میخوام. چرا بحث سر همینه دوست عزیز من؟ ببین ما چرا هی بخوایم این وسط فیلتر بذاریم، کلی از موقعیت‌ها رو از افراد بگیریم، ما بگیم که بیا طرف مثلا یک ما آموزش به زبان مادری بذاریم، اون دوست عزیزمون یا اون دوستان ما در داخل کردستان به زبان مادری بیان شیمی یاد بگیرن، بعد تازه کنارش یه زبان فارسی هم بذاریم که اینا بتونن تو بازار کارم کار کنن، یه زبان انگلیسی هم بذاریم که اگر خواستن علمشون رو بیشتر کنن، دسترسی به منابع داشته باشن، برن از اونم استفاده کنن. خب میگه نمیشه به این صورت. یک سوال دیگه اینجا به وجود میاد. ببین یک قضیه هست در داخل ایران که ما خیلی از قوم ها تو هم دیگه مثلا اصلا تو یک جایی مثل آذربایجان غربی کرد داریم، ما این وسط ترک داریم، آذری زبان هست، تو گیلان، تو مازندران، تو خیلی از جا، خب تو خوزستان. خب تو میخوای تک تک مناطق رو تقسیم بندی کنی به تعداد اون مناطق، بری مدارس زبان چیز بذاری، زبان آموزش به زبان مادری بذاری؟ نه لزومن. ما باید در واقع برنامه‌ریزی زبانی داشته باشیم. من نمیگم این کار آسون هست، ولی مثلا میگم در مورد رامین، دو تا بحث کاملا مختلف رو داری با هم قاطی میکنین همتون. خب ما داریم درباره کاربرد یاد گرفتن زبان‌های دیگر رو با آموزش و پرورش تا یک سن تو بچگی رو به زبان‌های دیگه، به زبان مادری، اینا دو تا بحث کاملا مختلفه. دقیقاً درباره پس اینا رو قاطی نکنید. اینکه آیا تو دانشگاه ما با انگلیسی مثلا شیمی یاد بگیریم این کاربردش زیاد هست یا نیست، خب اون یه بحث جداست. ما وقتی داریم درباره حقوق بشر و درباره زبان مادری اینا صحبت میشه، ما داریم به طور خاص داریم درباره کلاس اول دبستان تا یه سن خاصی رو آیا داریم میگیم آموز، نه اینکه بچه‌ها این یه زبان دیگر رو یاد بگیرن یا نگیرن. خب میتونن زبان دیگر هم یاد بگیرن، ما داریم به طور خیلی خاصی درباره یاد گرفته آموزش همه درس ها به زبان مادری صحبت میکنیم که آره یا نه. موضوع دیگر رو که آیا خوب به نفع مردم هست انگلیسی یاد بگیرن، به نفع مردم هست عربی یا کردی یاد بگیرن یعنی زبان فارسی، اون یه موضوع کاملا جداست. خب معلومه کاربرد هم داره، بالاخره شما هر چیزی بگیریم معلومه که کاربرد داره. خب ولی حالا این موضوعی که مثلا ببینیم که مثلا بیایم بگیم که خب مثلا توی مثلا ایران مثلا فرض کنیم مثل کانادا نگاه کنه که انقدر درصد مردمش مثلا اونجا فرانسوین، ایران هم بیاد نگاه کنه بگه انقدر درصد مردم ما کردن، برای همین به جای اینکه ایران رو مثلا تک زبانی بکنیم، مثلا دو زبانش بکنیم، بگه درصدش مثلا شبیه همون چیز فرانسه بود. خب حتی اگرم به این نتیجه برسیم که مثلا این به نفع ایرانه که مثلا آموزش پرورش ایران دو زبانه باشه، خب ولی بگیم از یه درصد پایین‌تر دیگه معنی نداره که مثلا نمیتونیم 6 زبانش بکنیم، مثلا میتونیم 2 زبانش بکنیم یا 3 زبانش بکنیم دیگه، بیشتر از اون دیگه نمیشه. خب آموزش پرورش من فکر میکنم این کاربرد برای ایران این ممکن کاربرد نداشته باشه، برای اینکه به نظر من قابلیت ممکنم اشتباه دارم کنم. ببین اگه یه کسی اومد به طور علمی نشون داد که این اشتباهه، کاملا عوض میکنم حرفم. من فکر میکنم یه بچه کردی باعث میشه که بقیه ایران نتونه بره کار بگیره. یعنی کلی ما چیزی رو که الان تو ایران میخوایم اینه که بچه بلوچ و بچه کرد و اینا بتونن موبایل باشن، بتونن تحرک داشته باشن تو تمام ایران، که برن از بقیه جاهای ایران که فرصت زیاد هست منابع و پول و اینا برگردونن به جاهایی که تو ایران منابع. بذار اینا حرفو تموم کنم. بتونه بره از جاهایی که کردی نیست، از جاهایی که بلوچی نیست، از جاهایی که مثلا بره تهران پول بیاره بفرسته برای خانواده‌اش، که این پولی که داره از تهران مثلا میفرسته برای تو بلوچستان باعث بشه که بلوچستان هم مثلا رشد بکنه. این اون قابلیت رو به نظر من ممکنه بیاره پایین. البته من نمیدونم، من متخصص نیستم، ولی اگه کسی گفت این غلطه من مثلا خوب نشون داد توسط من اول فرض کنم. ولی حتی اگرم
حتی اگرم ایران دو زبانه شو، یکی کسی بیاد بگه که ما باید ایران دو زبانه بکنیم و دیدیم این اصلا به نفع ایرانه که ایران دو زبانه بکنیم، من میگم که لازم است فدرالیست بشه که همین چیکاری بکنیم. آیا ما کشورایی نداریم که چند زبانه هست آموزش پرورششون و فدرالیست نیستن؟ یعنی ما توی کشور سکولار دموکرات هم ممکنه مردم بیان رفراندوم بدن. مشکلم پس با من یه مقدار مشکلم هم با کلمه فدرالیست هست و خب من مثلا مشکل اینو نمیفهمم که فرضاً توی مثلا کردستان یا توی خوزستان که حالا مردم عرب زبان بیشتری داره، فارس زبان هم داره، من خودم توی خوزستان زندگی کردم، مثلا قانونی وضع بشه که با استان فارس یا با استان اصفهان فرق داشته باشه. و بعدش هم موقعی هم که میگم چند زبانی، دو زبانی یا سه زبانی، فقط هم آموزش پرورش نیست، میتونه مثلا حتی زبان ادارات هم دو زبانه باشه و خیلی قاطی پتی میشه. این به نفع نیست. من فکر می‌کنم ایران لازمه داری برای یه دونه کشور داری اعمال می‌کنی با این کار، این فکرت نمی‌دونم خیلی خیلی هزینه داره از لحاظ کاری. به نظر من برای ایران این هزینه خواهد داشت. رامین حرف آخر تو بزن برای که سمی و علی و حالا ما میگیم آقا همه اینا بگیم درست، میگم تو میدونی چقدر باید منابع رو از انگلیسی برداری تبدیلش کنی؟ نداریم اینا رو تبدیلش کنی به کردی یا به عربی یا به گیلکی یا به هر زبان محلی که وجود داره. خود افراد اون منطقه نمیتونن این کارو بکنن و خب آیا این خودش باعث ایجاد شغلای جدیدتر نمیشه؟ و در مورد این میخواد باشه جانم رامین حرف آخرتو بزن، رامین جان نتیجه این کارا چیه؟ زنده نگه داشتن زبان مادریه نتیجه، منظورت اینه؟ به غیر از این که زبان مادری رو زنده نگه میداره، مسئله اینجاست که از نظر اجتماعی و از نظر فردی هم اون افراد بهتری واسه اون جامعه خواهند بود. نه اتفاقا بمیز چه من حرف آرمین هم میفهمم که مثلا میگه خب به طور طبیعی همه آدم ها دنبال اون زبانی میرن که براشون موقعیت‌های بیشتری از نظر کاری و از نظر زندگی ایجاد بکنه. ولی مشکل اینجاست که ما فکر بکنیم که یک زبان مثلا باعث میشه که فرزند شما اگر کردی یاد گرفتی باعث نمیشه که فارسی دیگه اصلا یاد نگیری. نه رامین جان، باعث ممکنه یاد بگیری، ولی تو اگه تو مدرسه از اول دبستان فارسی رو به فارسی نخوری ممکنه بتونی فارسی رو بکنی، ولی فارسیت به شدت ضعیف خواهد بود نسبت به بچه های دیگه که به فارسی دارن بقیه درس رو شاید میگیرن. انقدر ضعیف خواهد بود که من یک مثال یه چیزی رو بگم، شاید دارم رفتم نشدیم شاید اینجور قبط داره نمیدونم. ببین دقیقا چند سال پیش که حالا یه خود تلویزیون و همه تلویزیون ها نبود، شبکه های اجتماعی نبود، تو روستاهای دور افتاده حالا هر منطقه از ایران میرفتی فرق نمیکنه، حالا من نمیخوام اسم ببرم، همه جای ایران میرفتی، افرادی که سنشون کمی زیادتر بوده، اونایی که دائما به زبان محلی صحبت کردن، محلی خود صحبت کردن، این چیزو نداشتن که این قابلیت نداشتن بخوام با افراد دیگری چه توریست چه هر چیز دیگه ای بخوان ارتباط برقرار بکنن. یعنی همیشه من خود من شاید میشه من پاسخ بدم، بذار من خود من شاید این وقتی بغیر زیاد نگیرم سوالی پرسیدم 97 سالش که مدرسه رفته فارسی یاد گرفته بود و فرستاده سراغ من که بخواد جواب بده. متوجه چی عرض میکنم دوست عزیز؟ واسه که هممون تو یک کشور زندگی میکنیم. خب من منظورم این هست که بچه ها بیشتر با هم دیگه ارتباط بگیرن و بچه ها بیشتر با هم دیگه ارتباط بگیرن و فارسی رو بهتر یاد بگیرن. یعنی حتی اون پیرمرد اگر از زمان بچگی داخل یک محیطی بود که با بقیه ارتباط بهتری میگرفت، مثلا میگم داخل اون منطقه عرب زبانی که من زندگی میکردم، بچه های عرب زبان با فارس زبان ها ارتباطی نداشتن و میتونه سیستمی باشه که این ارتباطات رو بهتر بکنه. من یک همکلاسی عرب داشتم که این هر چیز حرف نمیزد. الان دیگه برای مثال وقت نداریم،
رامین جان ما باید بریم سراغ نفره بعد، ولی یه چیزی بگم، زبان مادری، زبان مادری، این زبانهای مادری که تو میخوای میگی که از بین نره، اینا از بین نخواهد رفت، برای اینکه اگه بخواید ایران میخواین چیکار؟ نه شما میگین نگهدار مادر، یکی از هدفاتون، بابک پرسید هدفتون چیه، یکیش نگه داشتن این زبانهای مادری بود. خب شما اگه بخوایم ایران رو چند زبانه بکنیم، حتی اگه بخوایم سه زبان، ببین ما الان 53% مردم ایران فارسی زبانن، ما 18% داریم ترک، 10% کرد، بقیه هم دیگه کمتره. ما حتی که سه زبانش هم بکنیم، یعنی زبانایی که شما میخواین نگهداری بکنین روزاش چیه؟ ترک و کرد. یعنی شما فکر میکنین زبان ترک و کرد خطر از بین رفتن براشون وجود داره؟ ما مثلا یک کشور ترکی داریم که این همه کرد هم خارج از ایران، این زبان از بین نمیره، ولی کسی نگران از بین رفتن این زبان ها نباشه، یعنی نگهداری این زبان ها نباید هدف کسی باشه. برای اینکه نگهداری زبان ها یه میتونی یه بحث دیگه باشه، من میتونم باز بیام صحبت بکنم، ولی خب بیشتر از این بحث دوستان نمیگیرم. مرسی رامین جان، ما لذت بردیم از نه اینا بگم، سعی میکنیم که یه مهمان دیگه هم در مورد همین زبان و زبانشناسی حتما دعوت بکنیم که تخصصی تر از من و آرمین بخواد در مورد این قضیه صحبت بکنه. من خودم رشتم زبانشناسی و الانم عصبشناسی زبان هست و خب دوستشم بهتر میتونستم، یعنی بیشتر میتونستم توضیح بدم منظورمو، و نه برای این که شما رو بخوام قانع کنم، بلکه این باید بتونم صحبت بکنم و با هم دیگه بتونیم بحث بکنیم و منم هیچ چیزی بیشتر بگیرم. ببین هیچ کدوم از اینا هیچ کدومش به هیچ جا نمیرسه تا وقتی که جمهوری اسلامی هست. برای همین هدف بیشترین چیز باید باشه، بیشترین چیزی که باید روش تمرکز بکنید اینه که چه چیزی باعث اتحاد بیشتر میشه علیه جمهوری اسلامی. برای همینم هم فدرالیست مردم ترسونن ازش، برای همینم هم من فدرالیست رو سپورت نمیکنم، برای اینکه شانس ما رو تو اتحاد علیه جمهوری اسلامی میاره پایین. حتی اگرم اشتباه هم باشه این ترس، چون مردم ترس دارن از لحاظ تبلیغاتی باید بذاریمش کنار، باید فوکس بکنیم به چیزی که بیشتر طرف داره. منم فدرالیسم رو واقعا ساپورت نمی کنم، اما زبان مادری و به هر شکلی چرا. ممنونم مرسی رامین جان، فعلا.